در برنامه گذشته از چند ویژگی نمازگزار و آثار آنها پرده گشودیم، مانند انس دائمی با نماز، انفاق به نیازمندان، تصدیق روز جزا و بیمناکی از عذاب پروردگار. این برنامه در ادامه برنامه گذشته از زبان سوره معارج به چهار ویژگی دیگر نمازگزاران می‌پردازد. 1. پاکدامنی نمازگزار. 2. امانتداری و پیمانمداری نمازگزار. 3. پایبندی نمازگزار به شهادت‌های خود. 4. محافظت از نماز. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث آشنایی با اسرار نماز، در دو جلسه گذشته به برخی از ابعاد کلان و عمده تأثیر نماز اشاره شد. استفاده شد از آیات سوره مبارکه معارج که در اون آیات در واقع اشاره به تنظیم مسائل انسانی در حوزه انسانیت، در بخش رفتارها، در بخش صفات و در بخش عقاید و اندیشه، که در این سه ساحت نماز این اثر رو داره و این خاصیت رو داره که انسان رو در یک سامانه مطلوب و زیبا و قشنگ قرار میده. نگاه عمده و کلان بحث این بود که انسان طبیعتی دارد و فطرتی دارد. اگر فقط به ابعاد طبیعی توجه بکنه، یک حیوان از توش بیرون میاد، و اگر به ابعاد فطری نگاه کنه، به معراج کمال و برترین مدارج و معارج کمال راه پیدا میکنه. انسان میشه که نمیشه نرخ و حد و مرز و مقدارش رو تعیین کرد. و بعد فرمود نماز این خاصیت رو داره که طبیعت انسان رو تعدیل میکنه و فطرت انسان رو احیا میکنه، همون چیزی که گفتیم سرلوحی کار انبیاء الهی است. آثاری رو در بخش‌های مختلف بهش اشاره کرد قرآن کریم. بالا بردن سطح توانمندی انسان در مشکلات و سختی‌ها، فضای بسته او رو که به عنوان انحصار طلبی تعبیر کردیم میشکنه، باز میکنه. ارتباط های اجتماعی و او رو تقویت میکنه. در جریان مالی نمیذاره که عشق به مال و تعلق به مال در او متوقف بشه و وابسته به این امور دنیوی بشه، نمیذاره معتاد بشه به این عوامل فانی و عوامل از دست رفتنی. دیگران رو در اموال خودش سهیم میدونه و در این نگاه و در این شیوه عمل کرد، به اصلاح نفس میپردازه، نفس زیبا و قشنگی رو پیدا میکنه، معطر میشه، خوشبو میشه. ارتباط مالی دارد اما تعلق مالی نداره، وابستگی مالی نداره. و بعد مسئله قیامت در حوزه مباحث اعتقادی مطرح شد که این انسان اعتقاد جدی به قیامت داره، قضیه قیامت رو کامل پذیرفته، والذین یصدقون بیوم الدین، و عذاب پروردگار رو جدی میگیره و فلسفه عذاب رو میفهمه که ریشه‌ای در من داره و اون فرصت‌هایی رو اگر من استفاده نکنم و درست ازش بهره نبرم، یقیناً یه روزی در یک ظهوری کشف خواهد شد که در اون وقتی که من تیزبین شدم، الان
قبار تعلقات نمیذاره من واقعیت ها رو ببینم. الان حجاب وابستگی ها نمیذاره که من متن حقیقت رو شهود کنم. اما وقتی که این قبار رفت کنار، وقتی این تعلقات رفت کنار، من تیزبین خواهم شد، حقیقت بین خواهم شد. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اونگاه حسرت میخورم که چرا من این همه فرصت داشتم و استفاده نکردم و چرا بلد نبودم که استفاده کنم و چرا نرفتم دنبالش و یاد نگرفتم و هزاران نگرانی که به دنبال خواهد داشت. این همون عذاب رب است و این هم به شدت نسبت به این مسئله جدی است و اشفاقی و ترسی نسبت به این مسئله دارد. در ادامه، اینا مباحث بود که در جلسه قبل، یکی دو جلسه قبل گذشت، در ادامه می‌فرماد والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. انسان نمازگزار در حوزه مسائل جنسی و غریزه جنسی اهل عفت و عفافه، پاک دامنه، مرز شناس است از نظر اعمال غریزه جنسی. این طور نیست که چون میخواهد اعمال کند، میخواهد اما ضوابط اعمالش رو میداند، مجرای اعمالش رو بلده. در سایه تربیت نماز، در سایه تأثیر نماز میداند که از قوه جنسی چگونه باید استفاده کرد. این طور نیست که چون میخواهم پس باید بهره ببرم، نه، این مال انسان گسیخته و به هم ریخته است که معیارهای انسانی رو روی احساسات طبیعیش نگذاشته. مثل یک حیوانی که افسار گسیخته عمل میکنه، اون کسی که در فضای نماز قرار نگرفته، در فضای تربیت دینی قرار نگرفته، در جنبه مسائل جنسی افسار گسیخته عمل میکنه. یه آدم جمع جوری نیست، پکیده است، ضابط مند عمل نمیکنه، قانونمند عمل نمیکنه. اساسا نگاه قانون مداری نگاه انسانی است. کسی که نگاه حیوانی به خودش داره اون نمیتونه قانون مدار باشه. حیوان قانون محور نیست، قانون مدار نیست، چون اصلا درک قانون رو نمیتونه بکنه، درک ضابط رو نمیتونه بکنه. ضابط حیوان این است که هر وقت خواستم میخورم، از هر کجا که خواستم میخورم، هر کجا که خواستم میروم و هر گونه و هر شکلی شیوهی که خواستم اعمال غریزه میکنم. این خواسته حیوان است. اما انسان اگر شد، خواسته های او ضابط منده، غرایز او در چه چارچوبه باید اعمال بشه. در حوزه مسائل جنسی قرآن کریم می‌فرماید انسان نمازگزار، تربیت شده در مکتب نماز، اینا آدمای عفیفی هستن، اینا آدمای پاکدامنی هستن، اینا آدمای مرزشناسی هستن، اینها به حقوق دیگران، به مرز دیگران به هیچ وجه تجاوز نمی‌کنن. والذین هم لفروجهم حافظون، اهل عفتند، اهل پاکدامنی هستند، کنترل شهوت دارند. ببینید این منطق درست نیست که آدم بگه چون شهوت هست و مثلا حالا برخی از جوانان عزیز ما گاهی انتقاد میکنن، میگن آقا فرصت ازدواج و نکاح نیست، بنابراین ما مجبور میشیم به کار خلاف گرایش پیدا بکنیم. این منطق منطق قابل قبول نیست. یک جواب نقضی قضیه این است که آیا واقعا شما در حوزه مسائل اقتصادی اگر گرفتار یه فقر باشی الزاماً میری دزدی میکنی؟ آیا هر فقیری دزده؟ آیا هر گرسنه‌ای دزده؟ آیا هر گرسنه‌ای آشغال خوره؟ اگر واقعا یه نفر به شدت گرسنه است، میدونه الانم بره منزل چیز گیرش نمیاد بخوره، حالا اگر تو کوچه داره میره سطل آشغالی که کنار کوچه گذاشته شده، از همسایگان غذایی زیادی ریختن توی این سطل، برنجی هست، مرغی هست، آیا واقعا به ذهن طرف خطور میکنه اینا رو بردارم برم تو منزل بخورم؟ حتی اگر کسی پیشنهاد بهش بده به شدت بهش برخورد میکنه، احساس میکنه داره تحقیر میشه که چطور به من میگی این سطل آشغال همسر برده برو تو خونه بگرد توش
شاید بالاخره یه تیکه گوشت مرغ یه مقدار برنج توش پیدا باشه بخور، واقعا احساس میکنه که داره تحقیر میشه، داره توهین میشه. با اینکه گرسنه است، با اینکه گرسنه است نمیره در مغازه چیزی بدزده و بگه گرسنه هستم میخوام برم خونه بخورم. چرا؟ به لحاظ اون احساس کرامت نفسی که از خودش داره، به لحاظ اون عزت نفسی که داره، تحت تأثیر این فشار گرسنگی قرار نمیگیره. بالاخره این مرحله ردش میکنه. خب در حوزه شهوت هم همینطوره. در حوزه شهوت اگر کرامت انسان ضربه نخورده باشه و شکسته نشده باشه، اگر عزت نفس از دست نرفته باشه، این همون پیشنهادی که بهش بکنم بگن این سطل آشغال بردار ببر تو منزل بچرخ توش بگرد تو شاید چیزی پیدا کنی بخوری، در حوزه شهوت هم همینطوره. بهش بگن خب تو که شهوت داری که نگاه به این نامحرم بکن و از این نگاه لذت ببر، همونطور که میگن اون سطل آشغال رو نگاه کن توش بگرد و چیزی بردار بخور، اونجا احساس میکنه داره تحقیر و توهین میشه، اینجا هم احساس میکنه تحقیر و توهین میشه. خب اینجا چیه که نمیذاره اون نگاه آلوده انجام بگیره؟ اون عفت، پاکدامنی، عفت. عفت یک حالتی است که بین شره و خموده، یعنی زیاده رویه در شهوت، از طرفی بی‌اعتنایی کلی. عفت یک حد اقل اعتدالشه. قرآن کریم فرماد که فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اون کسانی که فعلا فرصت ازدواج براشون نیست فلیستعفف، نه اینکه برن گناه کنن، نه اینکه مجوزی بشود برای اینکه برن گناه کنن. البته این بحث جلوه، این رو داخل پرانتز بگم، جلوه کار مسئولان رو نمیگیره که فضای ازدواج های راحت رو فراهم کنن، فرهنگ سازی کنن. ما فعلا بحثمون در اون حوزه نیست. میخوام در این مسئله که حالا به هر دلیلی فرصت برای ازدواج فراهم نشد، به هر دلیلی فرصت برای اعمال قوه جنسی از طریق مشروعش فراهم نشد، الزاماً این عدم فرصت معناش این نیست که مجوزی برای کار خلاف باشه. در سایه اون تربیت دینی که شده، کرامت نفسی رو احساس میکنه، عزت نفسی رو احساس میکنه که این عزت نفس او رو باز میداره از کار خلاف در حوزه مسائل جنسی. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، در همون محدوده شرعی که نسبت به همسرانشون باشن اینا اعمال میکنن، او ما ملکت ایمانهم، یا اون چی که در حیطه اختیار اونها هست، ملک یمین اونها هست، فانهم غیر ملومین، اینا عیبی نداره، یعنی این استفاده های قانونمند و ضابط من مورد ملامت نیست، این سرزنش نمیشه و اشکال ایرادی درش نیست. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، حالا اگر کسی فراتر از این ضوابطی که داریم میگیم خاص به کار ببنده قوه جنسیش رو، یعنی به عبارتی سوء استفاده اگر خواست بکنه، اگر خواست سوء استفاده بکنه، این متجاوزه. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اینا دیگه متجاوزن، اینها دیگه دارن از اون مرزی که براشون در نظر گرفته شده دارن تجاوز میکنن، و تجاوز از این مرزها، یعنی از اون قوانین و ضوابط شرعی هم، بالاخره اون آثار نامطلوبش رو چه در دنیا و چه در آخرت خواهد داشت. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونهایی که نسبت به امانات و نسبت به میثاقها و پیمانهایشون توجه میکنن و رعایت میکنن. حالا این امانت مراتبی داره. اون چی که حالا مصطلح عموم مردم ما هست امانت، کسی چیزی رو در اختیار دیگری قرار میده، بعد به موقع میخواد بیاد بگیره، هیچ گونه خیانتی در امانت نمیکنه. عهد و پیمانی بسته با کسی، پای عهد و پیمانش وایساده، پای حرفش وایساده، خلاف نمیکنه، زیر قولش نمیزنه، تعهدش رو زیر پا نمیگذاره. این در حوزه مسائل و تعاملات اجتماعی و عرفی هست. و اما نگاه برتر این که این میداند که فطرتی که از بزرگترین مصادیق امانت خود ما هستیم، میداند که خدای متعال این فطرت رو سالم و پاک در اختیار این انسان گذاشته و من باید مراقبت کنم از این فطرتم، مبادا که این فطرت من آلوده به خلاف بشه. خداوند فطرت پاک سالم رو به من به عنوان امانت داده و میخواد پس بگیره، من باید این رو بپذیرم و قبول بکنم، خیانت در امانت نکنم،
اینطور نباشه که حوزه امانت رو فقط در همین روابط عرفی تعریف کنیم، بگیم خب این اشیاء رو پلو من گذاشتن، منم دست بهش نزدم و سالم تحویل صاحبش دادم. آیا شیئی بزرگتر از این هست که خود من، وجود من، فطرت من، دل من، آیا مراقبت از این نباید بکنم؟ انسان نمازگزار مواظب این نکته هست. در اون آیه امانت که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، آیا نباید توجه به این امانت بکنه؟ این چه امانتی است که خدای متعال به زمین ها داد، به کوه ها داد، به آسمان ها داد، به همه عالم وجود؟ حالا اگر فرمود انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، نگنیم این سه تا مثلا، نه، همه این عوالم ما امانت بر اونها عرضه کردیم، فابین ان یحملنها، نتونستن تحمل کنن و اشفقن منها، ترسیدن از اینکه این امانت رو بپذیرن. اما به حمل حل انسان، انسان حامل این امانت شد، انسان پذیرفت این امانت رو. حالا این امانت چیه؟ موارد مصادیق متعددی رو تفسیر برش مشخص کردن که یکی از موارد مصادیقش همین امانت مصطلحی که داره میگیم، اما یکی از مصادیقش همون امانت وجود خود ماست. من این امانت رو به تو دادم، هم سالم تحویل بگیرم. حالا مقام ولایت، مقامات اونها هم تطبیق کردن و گفتن. غرض این که این امانت الهی رو ما باید سالم تحویل بدیم. این امانت رو ما گرفتیم، پاک گرفتیم، باید پاک تحویل بدیم. روزی که خدای متعال فطرت رو به ما داد، فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت رو که آلوده نداد، که این فطرت رو پاک داد، از ما هم پاک میخواد تحویل بگیری. حالا اگر ما آلودش کردیم، ناپاکش کردیم، آیا واقعا به امانتداری عمل کردیم؟ انسان نمازگزار اهل امانتداری است، یعنی یکی از امانتهای عمده وجود خودشه، همیشه سعی میکنه که امانت چشم رو در اختیار تو قرار دادیم، خیانتش نکن. امانت زبان رو بهت دادیم، خیانت نکن. امانت گوش رو دادیم، خیانت نکن. خیانتهاش هم معلومه چیه، یعلم خائنت العیون و ما تخفی الصدور. خیانت چشم معلومه چجوریه، خیانت زبان معلومه، خیانت گوش معلومه، خیانت قوا، خیانت حرکت های ظاهری، خیانت مسائل درونی، همه اینا مشخصه که چیه. میگه خب من این چشم پاکو به تو دادم، آلوده که ندادم که. خب چرا همه اینا آلوده اش کردی برگردوندی؟ آیا نباید مراقبت میکردی که آلوده نشه؟ من زبانو به تو دادم، این همه آلودگی در سایه زبان به وجود آوردی، اینا خیانت در امانت نیست؟ من به تو گوش دادم، استفاده صحیح و بهینه از این گوشم بهت یاد دادم، این همه خیانت کردی در گوش و اون چرا که نباید بشنوی شنیدی از طریق این گوش. دست دادم، پا دادم، خیال دادم، فکر دادم، چه دادم اینها رو که دادم، این قوا رو دادم به عنوان یک حقایق پاک و طاهر بهت دادم که استفاده های پاک و طاهر ازش بکنی. انسان نمازگزار در سایه نماز توجه به این نکات داره که این دادهای الهی رو آلوده نکنه، این امانتهای الهی رو درش خیانت نکنه. و عهدهم، علاوه بر این پیمانهایی که داره، عمده پیمانی که ما داریم با خدای متعال است. خدا از ما میثاق گرفته، پیمان گرفته بر این که الله تعبدوا الا اياه، اونو عبادت کنید. آیا واقعا ما به این تعهد پایبند هستیم؟ الان اگر برن در حوزه فطرت ما از فطرت سوال کنن که آیا خداوند رو به پروردگاری قبول داری، قالو بلاش بلنده. وقتی بگه الستو برب بکن، قالو بلا رو در حوزه فطرت ما گفتیم و میگیم. آیا حالا به این بلایی که پاسخی که فطرت ما داره میگه، آیا در حوزه کار کرد و عملیات ایه و اجرایش کردن ما داریم پیادش میکنیم؟ چرا نفاق نشون میدیم؟ چرا دل چیزی رو میخواد که توحید باشه، خدا باشه، اما رفتارها و کردارهای ما تصدیق نمیکنه خواسته دل رو؟ چرا تطابق بین خواسته فطرت
و عملیات اجرایی، کارهای اجرایی که شبان روز میکنیم، این تطابق برقرار نمیشه. عدم این تطابق بین خواسته های فطرت و عملیات اجراییاتی که در حوزه کار کرده ما وجود داره، این در حقیقت نمود شکستن میثاق و پیمانه و انسان نمازگزار هیچگاه خودشو در این مدار قرار نمیده. او در معادله تعهده، او در معادله پیمانی که بسته و وفای به اون پیمانه. راعون یعنی در رعایت میکنه این مسئله رو. یعنی چی؟ یعنی مراقبت میخواد. بدون مراقبت نمیشه. بدون مراقبت حواس پرتی به وجود بیاد، نگاه میکنه میبینه که چشم هزار خطا رفت، گوش هزار خطا رفت، فکر و خیال و خاطره هزار خطا رفت. رعایت میخواد. خیلی ها میپرسن میگن برای ترقی و تعالی چیکار کنیم؟ خب یکی از مسائلش همینه، مراقبه، رعایت کردن. چشم و داد، شهوت هم هست، اما باید رعایتش کرد تا سالم بمونه. زبان هست، غیبت و تهمت و پرخاشگری و دروغ و نمیدونم حرفای خلاف و اینا هم هست، رعایت باید کرد. در صورت باید نسبت به حفظ امانت و نسبت به تعهدی که با خدای متعال داریم باید رعایت کنیم. اینا خاصیت نماز و اثرات نمازه. و الذین هم به شهاداتهم قائمون. دیگر از ویژگی هایی که برای انسان نمازگزار در این سوره معارج مطرح میکنه این است که اینها به شهادت هایی که دادن پاش وایستادن. اینجور نیست که شهادت رو بده و رها کنه. حالا این شهادت ها، اهم از شهادت ها در حوزه مسائل اعتقادی مثل شهادت به توحید، شهادت به رسالت، شهادت به ولایت، این شهادت هایی رو که داده باید پای این شهادت ها بیسته. شهادت به توحید داد لوازمی دارد. این گونه نیست که انسان بگه اشهد ان لا اله الا الله و قصه تمام میشه. این اشهد ان لا اله الا الله باید در مراحل اول که گفته میشه تزریق بشه به قلب و در مراحل بعدی گزارشی از حوزه قلب باشه. اشهد ان لا اله الا الله برای ما باید به این گونه باشه که یعنی قلب و دل من در فضای توحید داره میتپه، دل من در فضای توحید داره تنفس میکنه، به زبان جاری میکنم که اشهد ان لا اله الا الله. یعنی من شهادت میدم، این شهادت میدم باید گزارشی از حوزه قلب باشه، نه اینکه لغلغه لسان باشه. قائم به این شهادتن، پای این شهادت وای میسه، به لوازم توحید و یکتاپرستی ملتزم، عملا اجرایی میکنه بحث توحید رو. توحید در اخلاقش میاره، توحید در رفتارش میاره، توحید در بازارش میاره، توحید در اداره و کارش میاره، توحید در قلمش میاره، توحید در بیانش میاره، توحید در تدریسش میاره، توحید در تألیفش میاره. یعنی همه جای زندگی این صبغه الهی داره. صبغت الله و من احسن الله صبغه. گستره نماز همه وجود، فضاهای وجود زندگی انسان رو باید فتح بکنه و بگیره. یعنی جایی نباشه که ما بریم و نماز حضور نداشته باشه. حالا انشالله فرصتی بود بعدا اشاره خواهیم کرد که اصلا نگاه ما به عبادات چگونه نگاهی باید باشه، که متاسفانه نگاه نوع ماها به عبادات یک نگاه قابل قبولی نیست. یعنی در حقیقت نگاه ما به عبادات به نسبت بقیه شؤون زندگیمون یه نگاه مکانیکیه. یعنی به این معنا بازار داریم، کار داریم، تألیف داریم، تدریس داریم، تبلیغ داریم، نمیدونم کار خونه داریم و امثال اینها، نماز هم داریم، روزه هم داریم، حج هم داریم. بعد اینا رو میخوام با هم مچش کنیم، قفلش کنیم رو هم دیگه و یه مجموعه زندگیمون رو تشکیل بدن. این نگاه درست نیست. نگاه به عبادت اینجور نیست که نماز هم جزء کارهای روزانه من است، بلکه نماز جان کارهای روزانه من است، روح کارهای روزانه من است. نه یکی از کارهای روزانه من نماز باشه. نماز حیاتی است که در همه اعضا و اندام زندگی من بود حضور داشته باشه. لذا یکی از کارهایی که نمازگزار باید انجام بده این است که چطور مثلا اگر یک کسی یک حادثه براش پیش بیاد، یک عضویش حالت فلجی پیدا بکنه، سوزن میزنن، قطع میکنن، متوجه نمیشه، بعد میره پروی پزشک متخصص، جراحی میکنه، بعد پزشک آزمایش میکنه، فرض کنیم سوزن میزنه کف دست و کف پا، ببینه که میخواد چیکار کنه، میخواد ببینه آثار حیات هست یا نه، میخواد ببینه حرکت هست یا نه.
اگر دید نیست پی میگیره قصه رو که ببینه کجا عصب قطع شده. چرا؟ چون باید آثار حیات در جز جز این عذاب اندام حضور پیدا بکنه. عبادات ما هم همینطوره، نماز ما هم همینطوره. اگر ما دیدیم نماز میخونیم اما نگاهمون انحرافیه، حضور نماز در نگاه ما نیست، حضور نماز در زبان ما نیست، حضور نماز در رفتار و در اخلاقیات ما نیست، ما حتما باید پیگیری کنیم ببینیم کجا قطع شده، کجا قطع شده بین نماز و نگاه من، چرا قطع شده بین نماز و زبان من، چرا گویش من توحیدی نیست، کجا قطع شده. ما قرار بود که نماز بتونه همه ابعاد وجود ما رو بگیره، چرا اینجا آثار حیاتی نماز نیست؟ نگاه باید اینجوری باشه، نه اینکه نماز هم یکی از کارها اون باشه. نماز جان کارهای ماست. قرار از این که والذین هم به شهاداتهم قائمون معناش اینه که یعنی من پای توحیدم وایستادم، پای توحید ایستادگی کردن و وایستادن این چی؟ یعنی در نگاه من باید توحید پیدا باشه، در زبان من باید توحید پیدا باشه، در رفتار اخلاق من باید توحید پیدا باشه، نه اینکه فقط در اندیشه، در حوزه اندیشه من یک اعتقاد توحیدی محدود و محصور در حوزه فهم من باشه. نه، باید همه ابعاد وجودی من رو شهادت به توحید بگیره. شهادت به رسالت لوازمی داره، لازمش تبعیت از پیامبر است. این تبعیت باید در همه ابعاد زندگی من حضور داشته باشه. علاوه بر این شهادت های اعتقادی به توحید و به رسالت و به امامت و به امثال اینها، شهادت هایی که در بین عرف مردم هست، دیده صحنه ای رو دیده، کسی کسی رو کش، کسی کسی رو زد، بله پاش وایساده، میاد شهادت میداد، میاد در محکمه قضایی که حقوقی تضییع نشه، حقوقی ضایع نشه، قرار از این که به شهاداتشون قیام میکنن. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، دیگر از ویژگی های نمازگزار این است که حافظ نمازهاشون هستن. حافظ نماز دو معنا داره، یکی این که حافظ اوقات نمازن که در اول وقت نمازشون میخونن، بی اعتناء به نماز نیستن، و یکی این که یحافظون عن دخل تصرف شیطان، یعنی مراقبه میکنه، حفظ میکند این نماز را که مبادا شیطان در او تصرف کنه، مبادا بیگانه در این حصار و در این حصن وارد بشه. اگر این مراقبه را انجام نده، نماز خونده اما نقطتون سودا، یه اثر تیرگی و تاریکی تو وجود انسان گذاشت. بعدن روایت خواهیم دید که اگر انسان رعایت محافظت و مراقبت از نمازش نکنه، نماز بی مراقبه، نماز بی حفاظ انجام بده، شیطان در این نماز دخل و تصرف میکنه. همین که الله اکبر گفت، سری میاد تو حوزه نمازش و توی مصلی، اذکر کذا اذکر کذا، فلان چی چطور شد، فلان چی چطور شد، مشغولش میکنه تا سلام نماز. و اینم که هیچ مراقبه نداره، هیچ محافظتی نداره که. بعد نتیجه نماز میشود یک نقطه سیاه، نقطتون سودا، و نفرین میکنه حقیقت نماز در حد نمازگزار، زیعتنی زیعک الله، مرا ضایع کرده خدا ضایعت کنه. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، هم به اوقات نماز دقت دارن، هم حفاظت میکنن نمازی که از وقتش خارج نشه، قضا نشه، یا به آخر وقت نیفته، حتی المقدور در اول وقت انجام بگیره، مراقبه کنن شیطان درش نفوذ پیدا نکنه، که حالا اینا انشالله در بحثای تفصیلی که وارد شدیم اینا باز خواهد شد که کیفیت محافظت چگونه است، چجوری باید محافظه کرد، تمرین این مراقبه چه شکلی است، انشالله به طور مبسوط در بحثای آینده خواهد آمد. و اونی که جناب بابا طاهر عریان گفت، اینکه از جمله ویژگی های نمازگزار این است که اوقات نماز رعایت میکنه، یا اینکه قبلا خوندیم که اینها نسبت به الذین هم علی صلاتهم دائمون دوام در نماز دارن، غیر از اینکه دوام بر اوقات، دوام بر انجام اینها هست، اینکه اینا اون ویژگی نماز، اون خاصیت نماز که اقیم صلاة لذکری، اینا همیشه تو وجودشون هست. خوشا آنان که دائم در صلاتن، که هم دقل هم ولا کارشان بی، نه این است که یعنی دائما دارن نماز میخونن، دست از کار و زندگی و اینا برداشتن به همش کنار مسجد دارن نماز میخونن، نه، یعنی اون محتوای نماز و اون دل نماز همیشه با اینها همراهه، اون نورانیت و روشنایی برگرفته از نماز با او دارن زندگی میکنن. زندگی با نماز، همون که اشاره کردیم، در نگاهش، در رفتارش، در بازارش، در همه چیزش نماز داره حضور پیدا میکنه. و این خیلی مهمه، از کارمانه وقتی پیش بیاد به طور مبسوط بحث میکنیم که زندگی با عبادت،
زندگی با عبادت باید ما بکنیم، نه در زندگی ما عبادت هم باشد. با عبادت ما زندگی کنیم، با نماز زندگی کنیم، عشق کنیم با نماز، عشق کنیم با روزه، عشق کنیم با یافته های نماز، خب این زندگی قطعا متفاوت خواهد شد. اولئک فی جنات مکرمون. قرآن کریم میفرماد حالا این دست از افراد با این مختصات و ویژگی هایی که گفتیم، اینها هستند که فی جنات مکرمون، اینها از کرامت الهی برخوردارند، اینها همنشین با کریمان و با ملائکه مکرم پروردگار همراهند. چرا؟ چون ملاحظه فرمودید در این بخش های کلانی که اشاره شد، در حوزه رفتار برخی از آیات حوزه های رفتاری اشاره کرد، برخی از آیات حوزه های اخلاقی اشاره کرد، بعضی از آیات حوزه های اعتقادی رو اشاره کرد، در یک فضایی از کرامت زندگی کردند، در یک فضایی از عزت نفس زندگی کردند. چون در فضایی از کرامت و عزت نفس زندگی کردند، که عزت نفسی که از عناصر موجود در کرامت نفس است، کرامت یعنی دوری از لئامت و دناعت و پستی ها و تحقق به بزرگواری و عزت نفس، این معنی کرامت. کرامت یعنی بخشش نیست، کرامت دوری از پستی ها و تحقق به بزرگمنشی ها و عزت نفس. عزت نفس هم یعنی نفوذ ناپذیری که لازمه نفوذ ناپذیری غلبه است. این که بعضی از اهل لغت عزت رو به معنای عزیز رو به معنای القالب و غیر مغلوب گرفتن، این معنی لازمیه، ولی عزیز یعنی شکست ناپذیر. شکست ناپذیر، عزت شکست ناپذیری، لازمه این عزت غلبه هست، غالب بودن، الغالب و غیر مغلوب، و لازمه این غلبه ها شرافت هست و امثال اینها. ولی خود عزت به معنای شرافت مستقیما نیست. انسان کریم نفوذ ناپذیره. انسان کریم در سایه نماز خودش رو در یک فضایی قرار میده که در تیر رس شیطان نیست تا بتونه درش نفوذ پیدا بکنه. در قبال حملات شیطان مسئولیتش بالا رفته. نماز مسئولیت انسان رو در برابر حملات شیطانی و حملات نفسانی بالا میبره. مقاوم سازی شخصیت و هویت انسانی که از آثار عمده نماز هست، که آدم رو مقاوم میکنه در مقابل این حملات، میتونه محکم بیسته. در نتیجه میشود اهل کرامت، چرا که اون مباحث دنیا رو هم ازش دور میشه، عرض کردیم طبیعتش گرایش به فطرت پیدا میکنه و متعالی میشه دیگه، اون گرایش دنیاوی میره کنار. نقطه مقابل کرامت دناعته. ملاک دناعت دنیا گرایی و دنیا محوریه. خب چون از طبیعت حیوانیت رها شد، دیگه اون دنیا گرایی و دنیا محوری رو نخواهد داشت، در نتیجه به سمت بزرگی ها، بزرگمنشی ها و امثال اینها حرکت میکنه. نتیجه و محصول این کار، اولئک فی جنات مکرمون. جنت تجلی فرصت، استفاده از فرصت هاست، تجلی بهره‌مندی از موقعیت هاست. یعنی هر چه که از موقعیت های دنیوی ما بهره‌مندتر باشیم، جلوه این در قالب زیبایی ها که اسمش بهشته بیشتر خودش نشون میده. پس در یک فضایی از زیبایی های برتر و غیر قابل وصف و در حوزه کرامت، که اصلا اسم یکی از اسامی بهشت دارالکرامه است، در حوزه از کرامت قرار میگیره. و این بحث کرامت هم کم نگیریم، اصلا بحثی است که محتوای مجموعه قرآن در یک نگاه بحث کرامت انسان هاست. از اول که آیات نازل میشه، اقرا بسم ربک الاکرم الذی علمه، در ابتدا میگه مواظب باشید که پروردگار شما رب اکرمه. یعنی چی؟ یعنی میخواد کرامت تدریس کنه. چون اسم معلم رو به عنوان وصف کریم آورد، یعنی میخواد کرامت تدریس کنه. بعد هم همینطور اشاره میکند برای اینکه این آیات رو ما فی صحف مکرمه گذاشتیم، به دست فرشتگان کریم دادیم، به عیدی سفر کرام، و بعد مجموعه بزرگترین وای قرآن است که اونم کریم است، انه لقرآن کریم، و بعد این رو بر قلب انسانی قرار دادیم که اونم کریم است، انه لقول رسول کریم، و بعد در ملاک کرامت هم فرمود تقوا است، نکرمکم عند الله اتقاکم، و در پایان تقوا هم، در پایان قرآن هم توصیه به تقوا میکند. به حسب نقل مشهور علمای علوم قرآنی، آخرین آیه که بر پیامبر نازل شد آیه 28 که سوره بقره هست، که بتقوا یوما، اونجا هم توصیه به تقوا هست. آغاز قرآن سخن از کرامت، انجام قرآن سخن از ملاک کرامت، مجموعه قرآن بحث
کرامت. در پایان انسان ها هم دو دسته میشن، اون انسان هایی که کریم شدن در دارالکرامه قرار میگیرن و اون انسان هایی که به امر الذین شقوا ففی النار. اینها نگاه کلان و عمده بود به بحث نماز و معرفی نمازگزار. انشالله از جلسات آینده وارد میشیم در ریز مسائل اسرار نماز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.